سرخط تازه ترین ها و مهمترین های امروز. دومین روز تظاهرات در بدخشان، رئیس جمهور غنی هیئت بررسی کننده توظیف کرد. در درگیری میان دولت و طالبان در لوگر، یک خبرنگار جان باخت. آریان، در دو هفته گذشته 75 غیر نظامی کشته و 219 تن دیگر زخمی شدند. و همچنان در پایان، مدبرترین رهبر افغانستان در اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. به نام یاد خدا و با عرض سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. هرگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه میگوید که رئیس جمهور غنی برای بررسی به خشونت کشانیده شدن تظاهرات باشندگان بدخشان یک هیئت گماشته است. با گزارش اسپوتنیک، طبق اعلام ارگ، بر اساس حکمی که از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این مورد صادر شده است، هیئت مذکور تحت ریاست عبدالودود ثابت مشاور ریاست جمهوری با ترکیب نمایندگان با صلاحیت اداره ارگانهای ملی، دفتر شورای امنیت ملی، احمد ضیاء یفتلی، نماینده مردم بدخشان در اولسی جرگه، دگر جنرال صبغت الله صایق، عضو کمیسیون موظف امنیت سرحدی، نماینده با صلاحیت وزارت امور داخله و نماینده با صلاحیت ریاست عمومی امنیت ملی توظیف گردیدند. با گفته ارگ ریاست جمهوری، هیئت موظف است تا مشکل به وجود آمده و چالش های مردم را مورد بررسی عمیق قرار داده و یافته ها و راه حل های خیش را هرچه عاجل از طریق دفتر شورای امنیت ملی ارائه نماید. شمار از باشندگان شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان روز سه شنبه 18 جوزا در اعتراض به نبود آب آشامیدنی، برق و ناامنی در این شهر دست به راهپیمایی زدند که به خشونت کشیده شد. در درگیری میان دولت و طالبان در لوگر یک خبرنگار جان باخت. حفیظ الله حق پرست، خبرنگار محلی در ولایت لوگر امروز چهارشنبه 19 جوزا در جریان درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان در شهر پل علم مرکز این ولایت جان باخته است. با گزارش اسپوتنیک به نقل از تولونیوس، اعضای خانواده حق پرست می گویند که او چهارشنبه امروز در روستای کلنگار مصروف باغداری بود و در درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان جان باخت. تا کنون روشن نیست که آقای حق پرست در شلیک نیروهای دولتی جان باخته است و یا هم طالبان، اما اعضای خانواده او ادعا دارند که حق پرست از سوی نیروهای دولتی هدف تیراندازی قرار گرفته است. آریان، در دو هفته گذشته 75 غیر نظامی کشته و 219 تن دیگر زخمی شدند. وزارت امور داخله میگوید که طالبان در 15 روز گذشته 79 غیر نظامی را کشته و 219 تن دیگر را زخمی کردند. با گزارش اسپوتنیک، طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله روز چهارشنبه 19 جوزا به رسانه ها گفت که این آمار از 3 جوزا تا 17 این ماه به ثبت رسیده است. او گفت که گروه طالبان در جریان 15 روز گذشته 30 مورد ترور، 115 مورد انفجار و 6 حمله انتحاری را انجام دادند. سخنگوی وزارت امور داخله افزود که در نتیجه انفجارهای گروه طالبان ده‌ها خانه مسکونی نیز تخریب شده است. گفتنی است که پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، خشونت‌ها در کشور اوج گرفته است. با وجودی که بارها نهادهای حقوقی بشری از طرف‌های درگیر جنگ خواستند که خشونت‌ها را کاهش دهند و در میدان‌های جنگ اصول بشردوستانه را مراعات کنند، تاکنون به این خواست‌ها وقعی گذاشته نشده است. به نقل از فیسبوک احمد ضیاء مسعود، پیام تسلیت. با اندوه فراوان از درگذشت شخصیت جهادی و مبارز الحاج عبداللطیف ابراهیمی آگاه شدم. انا لله و انا الیه راجعون. وفات عمر صاحب عبداللطیف ابراهیمی، والی سابق سمنگان و یکی از شخصیت‌های پیشتاز جهاد و مقاومت، در این لحظات احساس کشور مایه تأسف و اندوه است و بودن همچو بزرگان در کنار مردم در این روزهای دشوار بیشتر از هر زمان دیگر ضرورت است. مراتب تسلیت و همدردی خود را با برادر گرامی جناب الحاج عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان، خانواده داغدیده و مجاهدشان، همسنگران و دوستانشان شریک می سازم.
از بارگاه خداوند به مرحومی طلب مغفرت دارم و به بازماندگان صبر جمیل می خواهم. همچنان به نقل از فیسبوک جنرال عطا محمد نور، بازگشت همه به سوی اوز. با تأسف فراوان مطلع شدم که عبداللطیف ابراهیمی والی پیشین سمنگان و از مجاهدین نامدار و شخصیت‌های متنفذ ولایت کندز در پی بیماری به رحمت حق پیوسته است. انا لله و انا الیه راجعون. روان شاد عبداللطیف ابراهیمی متعلق به خانواده مجاهد و نامدار ولایت کندز و از مجاهدین حلیم، نرمخو و با عزت بود که عمر در خدمت مردم و کشورش قرار داشت. در گذشت این برادر عزیز را خدمت خانواده گرامیشان، برادر عزیزم عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس پیشین ولسی جرگه و سایر بستگان و مردم ولایت کندز تسلیت عرض نموده، روانش را شاد و جایگاهش را بهشت برین تمنا می کنم. مخربان سال چه کسانی هستند؟ خبرگزاری افاق. تردید نیست که صلح افغانستان دشمنان قدرتمندی دارد، به اندازه قدرتمند که توانستند صلح را به ملحق ببرند و جنگ را به نحو کم پیشینه تجدید و تقویت کنند. اما مسئله اصلی شاید این باشد که دشمنان صلح، آنهایی که این روند را تخریب می کنند و از آنان به عنوان مخربان صلح یاد می شود، چه کسانی هستند؟ اهداف و منافع آنها چیست که در جنگ تامین می شود و در صلح به خطر می افتد؟ وزارت خارجه افغانستان برای نخستین بار با کاربرد اصطلاح مخربان صلح در اظهارات مقامات پاکستانی واکنش نشان داده و گفته است مخربان صلح آنهایی هستند که به خونریزی در افغانستان ادامه دادند. وزارت خارجه گفته مخربان صلح آنهایی هستند که به خواست بر حق مردم افغانستان و جهان برای صلح جواب رد داده و جنگ را تجدید کردند. این وزارتخانه تصریح کرده که مخربان صلح را همه می شناسند. مقامات پاکستانی همیشه ادعا کردند که مخربان صلح در داخل و خارج از افغانستان کوشش دارند این پروسه ناکام شود. در آخرین مورد 3 روز پیش شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در دیدار با میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان گفت باید در برابر نقش مخربان صلح چه در داخل و چه در بیرون از افغانستان هوشیار بود. با آنکه مقامات پاکستان به طور واضح از شخص یا کشور خاص به عنوان مخربان صلح نام نبردند، ولی تصور می شود اشاره آنها به هند و شمار از مقامات دولت افغانستان باشد. در جانب مقابل هم مخربان صلح مصادیق خاص خود را دارد. با بیان روشنتر، دولت‌های افغانستان، هند و پاکستان و گروه‌های پیکارجویی مورد حمایت آن کشور را عامل اصلی تخریب روند صلح می‌دانند.